از اینکه منشور محسا بیرون آمد اولین سوال این است که آیا این منشورها با هم ارتباطی هم دارند آیا امکانش هست که به هم نزدیک شوند و یا اساسا درون اپوزیسیون گروه بندی های جدیدی به وجود خواهد آمد و سرانجام آیا این کار به نفع اعتلاف است و خبر مهم رابطه ایران و عربستان در صدر اخبار روز است که با پادرمیانی چین صورت گرفته پرسش ها این است که چرا درست در این شرایط عربستان حاضر می شود چنین کاری کند با ما باشید امروز تا به این پرسش ها در برنامه شما و شورا پاسخ دهیم سلام عرض می کنم جناب آقای شهدایی به برنامه شما و شورا خوش آمدیم با سلام خدمت بینندگان گرامی تلویزیون شورای مدیت گذار و همچنین خانم نقی عزیز امروز که من دارم با شما صحبت میکنم چهارشنبه سوریس چهارشنبه آخر سال 1401 سالی که در تاریخ به اسم انقلاب جینا ماندگار خواهد شد مردم ایران در خیلی از شهرهای ایران چهارشنبه سوری را با شعار مرگ بر دیکتاتور و برپایی آتش گرامی داشتند چند روز دیگر هم عید نوروز باستانی است آغاز سال 1402 شمسی ایرانیان نوروز کهن را این آیین بزرگ ایرانی را که در پهنای وسیع فلات ایران جشن گرفته میشه همیشه گرامی داشتند نوروز همراه غمها و شادیهای ما در هزارهای زیادی آمده است و ماندگار شده است به کوری چشم حکمرانان دینی که ضد آینه های ایرانی هستند اگرچه سفره ها خالی هست و دست ها تنگ ولی نوروز را با حفسینش و با دید و بازدید و همه مراسمش گرامی بداریم عید نوروز باستانی را پیشاپیش پیش به همه شما همیهنان ایرانی تبریک میگم و به امید پیروزی در سال 1402 در هفته گذشته شما به موضوع اتحاد سه جریان شورای گذار شورای ملی تصمیم و حزب مشروطه ای ایران پرداختید چند روز پیش هم که یک اطلاعیه و یا اطلاف از طرف پنج جریان جمهوری خواه منتشر شد در روز جمعه هفته گذشته هم منشور محسا بیرون اومد حالا اولین سوالی که بیننده های عزیز ما پرسیدن این هست که آیا این منشورها با هم ارتباط دارند و یا امکانش هست که به هم نزدیک بشن اساسا گویا درون اپوزیسیون گروه بندی های جدیدی به وجود آورده و آیا اینکه این کار به نفع ائتلاف هست؟ میخواستن که نظر سخنگوی شورای مدیریت گزار رو در مورد این موضوع بدونن. گزار انقلابی در ایران هنوز ادامه داره. اپوزیسیون به عنوان یکی از بازیگران مهم گزار از ابتدا مورد سوال قرار گرفته از جانب مردم که چرا ائتلاف کنید؟ چرا اتحاد کنید؟ این انتظار برحق بوده است احزاب و سازمان سیاسی کوتاهی کردند این منشورها در سطوح مختلف و از جانب جریانات مختلف ابتدا به ساکن پاسخی به این مسئله به این انتظار عمومی سه جریان شورای گذار حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات و شورای ملی تصمیم یک پیمان همکاری اعلام کردند و مثبت این پیمان در این است که احزاب و سازمانهایی با دیدگاه مختلف کنار هم قرار گرفتند و میخواهند به ایجاد یک سقل سیاسی کمک کنند همه شما میدونید که اهمیت ایجاد یک سقل سیاسی بین اعضا و سازمان های سیاسی چه نقشی داره در پیش برده یک انقلاب از جانب دیگر جمهوری خواهان یعنی پنج جریان جمهوری خواه در کنار همدیگه که در درون بلوک خودشون حول یک حول محور جمهوری خواهی جمع شدن و بیانیه ای دادند و قرار یک اعتراف رو اعلام بکنند در واقع آنها تقویت محور جمهوری خواهی مد نظرشان است که قدم مثبتی است ولی ارتباط و همکاری با بقیه جریاناتی که خارج از بلوک آنها هستند باید طرح و پیشنهاد مشخصی بدن تا بتوانند به وظیفه واحدی که مقابل همه جریانات سیاسی قرار دارد بپیوندند و آن هم به زیر جمهوری اسلامی بلوک جمهوری خان باید بتواند با طیف دیگر فکری هم سکری موجود در جنبش هم همکاری های مشخصی داشته باشد ضمن این که به انسجام به خود جمهوری, خواهن کمک می کند باید به این وظیفه هم پاسخ بدد منشور محسا یا همبستگی برای آزادی که از جانب شش شخصیت شناخته شده و سلبریتی مطرح شد ویژگی هایی دارد این منشور توسط احزاب و سازمان های سیاسی داده نشده است بلکه توسط چند شخصیت مهم و صاحب نام منتشر شده انعکاس مثبت و منفی نسبت به این منشور را شما در رسانه های اجتماعی دیدید و به آن من نمی پردزم. این شخصیت ها برای هم همان منظور اولیه که خدمتون ارز کردم یعنی ایجاد گفتمان همبستگی و ایجاد توافق و عمومی این کار رو برآورده کردن و تلاشی است محترم و باید از اون حمایت کرد اگرچه بنده شخصا معتقد هستم این دوستان احتیاجی به منشور نداشتند چون منشور گفتمان بین احزاب و سازمانهای سیاسی یا تشکلهای سنفی است ولی در این منشور به مسائل مهمی چون یک پارچگی سرزمینی حکمرانی مدرن حقوق بشر و کرامت انسانی عدالت صلح و پایداری محیط زیستی اشاره شده که همه مورد توافق همه گروهها و سازمانهای سیاسی میتونه قرار بگیره بنابراین من فکر میکنم در این منشورها مواردی که اومده بین بی آید به هم دیگه شبیه هستند و چاره ای نیست و چاره ای ندارن این سازمان های سیاسی یا به حال گروه هایی که منشور منتشر می کنند که به هم دیگه نزدیک بشن بنابراین تلاش برای هماهنگی و نزدیکی بیشتر بین این منشورها و جریانات و گروه هایی که پشت اینها خوابیدند هدفی است که همه با آن اقرار دارند و ما امیدواریم که همه به هم دیگه نزدیک بشن آقای شادی به عنوان سوال دوم خبر مهم رابطه ایران و عربستان در صدر اخبار روز هست که با پادرمیانی چین صورت گرفته بیننده عزیزی خواسته که نظر شما رو بدونه که این موضوع رو چگونه ارزیابی می‌کنید و بیننده عزیز دیگه پرسیده چرا درست در این شرایط عربستان حاضر میشه که چنین کاری رو انجام بده اولا میخوام خدمت شما بینندگان عزیز ارز کنم که جوهر این قرارداد هنوز خوش نشده و در عمل ما هنوز چیزی ندیدیم و نمیتون نمیتوان آن را ارزیابی دقیقی کرد با وجود این بهتره به این فکر بکنیم که چرا جمهوری اسلامی این کار رو کرد به نظر من جمهوری اسلامی به خاطر شرایط دشواری که در اون قرار داره بلوکه شدن دارایی هاش آن را وادار به این کار کرده فراموش نکنیم که انقلاب زن زندگی آزادی باعث شد که تمامی کشور دنیا آمریکا و اروپایی ها در حقیقت قرار داده برجام رو معلق کنند از کمیسیون زنان سازمان ملل نماینده ایران رو اخراج بکنند قرارداد این سکس همین چند روز چند رو هفته پیش لغو شد بنابراین جمهوری اسلامی کاملا ایزوله شده بود و اینو در حقیقت متخصصین مسائل بین الملل در حکومت در مجلس در درون دولت به اینها مدام میگفتند که آنقدر این مسئله داره خراب خطرناک پیشه که ممکنه پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بره مسئله در حقیقت رابطه با آژانس و اینکه حاضر نبود پاسخگو باشه در این فاصله جمهوری اسلامی به طور مخفی پشت پرده مدام با آمریکا در ارتباط بوده که برگرده به سر میز برجام این رو برعکس و وارونه مثلا میکردن که در رسانه های داخل کشور که آمریکایی هستن با ما تماس میگیرن ولی آمریکای بارها منکر شدن رابطه در عرب... با عربستان رو در این چارچوب باید دید به نظر من که خودش رو بیشتر از همه از این فشاره بینومدلی خارج بکنه جمهوری سامی در سیاست خارجیش در تمام دوران چهل سالش نسبت به همه همسایگانش بد عمل کرده. یک سیاست خارجی خسمانه با همه و دخالت در امور اونها بوده بنابراین باید این سوال رو ما بکنیم حوسی های یمن نماینده کی هستند که دارن به عربستان حمله میکنن نماینده همین جمهوری اسلامی هفت سال پیش چرا سفارت جمهوری اسلامی توسط ارازل و باشه حکومتی در حقیقت با همیاری و همدستی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بسته شد بهش حمله کردن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای مثل سوریه در کشورهای مثل لبنان و یا عراق کار میکنن جمهوری اسلامی حیات سیاسی همه این کشورها رو به خطر انداخته به نظر من این قرارداد در نهایت در حد باز کردن سفارتخانه ها و ایجاد روابط معمولی دیپلماتیک بین دو کشور خواهد ماند بنابراین من پیش بینی اینه که باید منتظر بشیم ولی در نهایت جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود واقعا روابط خوب و حسنی با همسایگانش برقرار بکنه چه ساله نخواسته و نتونسته این کار رو بکنه در پایان این برنامه باز هم روزهای خوبی رو برای شما هموطنان عزیز در ف... با فرارسیدن نوروز باستانی آرزو می و امیدوار هستم که ما بتونیم در سال بعدی شاهد بهار آزادی در ایران باشیم با امید رسیدن بهار آزادی در ایران با شما خداحافظی سپاسگزارم از شما جناب آقای شهدایی تا برنامه بعدی